هم یه را نقل میکنم که تویر میدونی با خدو خد دلم درد میکنه روز بسیاری از آدم ها از گذشته خیش شرم دارن ولی من هیچگاه از گذشته خیش شرم نمی دارم. تخمین سالهای 1995 بود. مردم گرسنه نبود. کسی نانی خوردنی نداشت. یک دورانی ناامنی بود. ناتینجی بود. ناآرامی بود. آن شب روزها من در خانه یک مردی ازبک در محله سیونبس کار میکردم. نقدرش گویا حمالی میکردم در خانه اکی شادی خمیر میشوریدم. هر شب دو خلطه آرد را خمیر میکردم. صبح نانپز میامد نانها را میپخت و باقی چند نفر دیگر آنها را به فروش میبردن. من خواهرم و برادرم در همسایگی اکی شادی اجاره مینشستیم. برای وزی کاری من اکه شادی با من 6 نان می دادن و 6 یا 7 سامانی دیگر همین حق من بود. یعنی شب خمیر می کردم، تیار می کردم و روز به درس می رفتم. ولی آن 6 نان برای من و برای خواهر و برادرم چیزی نمی شد. و یک روز قرار دادم که پس از انجام درسان نان فروشی کنم. رفتم نزد یکی شادی گفتم اکه میخوام نان بفروشم و عربهش را داد. گفت میتوانی؟ گفتم بله میتوانم. تخمینا 80 نان گرم را به عربه بار کردم و بردم به بازارچه که در نزدیکی گردشی فرودگاه بود که این حال آنجا بناهای خیلی زیبای با هشمت از چهار کنج خامد افراختن. همین متای بالای نانها را باز نکرده دو مرد بالای سرم پیدا شدن، در دست افتمه داشتن و بازوری عربه را از دست من گرفتن بردن. هرچند التماس کردم گریستم زیرا قوت من 19 ساله آن وقت تنها به همین گریستن و ناله و شکوه کردن می رسید. اکی شادی بعد از این حادثه یک مدت مرا به کار قبول نکرد ولی بعدا دلش سوخت و باز دعوت کرد و گفت باید نانهای از دست رفته را جبران کنی و من مجبور شدم دو هفته دیگر به پول برای اون کس کار کنم. و گرسنگی آن وقت خیلی سخت تهدید میکرد، نه تنها به ما که دانشجو بودیم همراه با خواهر و دادرم بلکه به تمامی مردم، زیرا سالهای خیلی و خیلی دشوار بود و ما هم عذاب میکشیدیم. من خیلی کم میخوردم. در سری دسترخوان همیشه وانمود میکردم که من سیر هستم. میخواستم دادر و خواهرم که هر دو دانشجو بودن آنها بخورن. برادر بزرگم که در مقامات کار میکرد و آن وقتا در کازرما بود گاه گاه از حالمان خبر میگرفت. یک روز سخت احساس گرسنگی کردم. خواهر و برادرم در دانشگاه بودن. نمیدونستم چیکار کنم. با کجا روم؟ امی لحظه اکی عبدالرحمن صاحب اجاره خانه‌ای که ما مینشستیم آمد و در دستش یک خلطه کاغذی داشت. گفتم داخلش چیست؟ گفت نان و پیچینی های خشک شده از کدام یک مرکه مانده و من داد و گفت که به سگش به رکس بدیم. یک سگچه داشت با نامی رکس. من خوب گفتم و منتظر ماندم که کی اکی عبدالرحمن می رود. همین که او رفت
من آنها را خودم خوردم. همین گونه روزها بود. همش گذشت. به روزهای خوبم رسیدیم. ولی من گذشته رو فراموش نکردم. خلاصه رکس از نان محروم شد. به حالا چون زندگی من، زندگی شما که رو به بهبودی است، پس می توانیم شکر کنیم از امنیت کشور، از اون که یک برده نان روی دسترخوان ما هست. شکر. به یادم روایت می رسد که سردار یک دهکده می میرد، آقساقال یک دهکده، و مردم دهه جمع می شوند و می گویند که باید ما سرداری نو انتخاب کنیم. به یک خلاصه آمده نمی توانند و یک پرنده را سر می دهند و می گویند که بر سر کسی که بنشست ما او را سردار انتخاب می کنیم. پرنده هم پرواز می کند میاد بر سر یک مرد کمبغل و نادار می نشیند که در بود بیساتش و جز یک چارقهای دریده چیزی دیگر نداشت و او را میارند سرداری دهه میمانند و میگن تو دهه ما را نگاه بین میکنیم، این بعد ما تو را گوش خواهیم کرد. مرد به کار شروع میکند ولی پس از دو روزی کار چارقهایش را از پای بدر میکند و بالای سرش کشال میکند. مرد عیاس نام داشته است. دوستانش میگویند که عیب است این کاری تو، مردم یک دهه در خدمت تو هستند، پول داری، ثروت داری، نان داری، خوراک داری، لباس داری، چرا چنین رفتار میکنی؟ میگوید نه، من مخصوص با بالای سرم کشال کردم چون هر بار که میخیزم بگذار سری من با چارقهایم بزند و بگویم که عیاس حد خودت را بشناس، یعنی کی بودی، چی شدی. و من گذشته خود را فراموش نمیکنم. نمیدونم شاید پس از تماشا کردن این نوار چندی نفر دیگر در زیر شهر در کمینتری هرچی می نویسم گپای نالازم نالایق، ولی برام مهم نیست. برام این مهم است که انسان اگر صبر کند، شکر کند، خداوند از وعده دادهش زیادتر می دهد. و من همیشه شکر می کنم. من هم مثل یک عیاسم. می دانم که از کجا برخواستم و به کجا رسیدم و باید چه رفتار کنم. خدا نگهدار.